واسه ما آدما مفهوم زمان یک موضوع پیچیده است. انگار زمان توی یک جهت حرکت میکنه. اما قوانین طبیعت میتونن برخلاف جهت زمان هم کار کنن. شاید موضوع جالبی باشه که در مورد قوانین طبیعت و تأثیر زمان روی اونها یک ویدیو بسازیم. اما همین زمانی که به نظر میرسه با سرعت ثابت حرکت میکنه، طبق قوانین انیشتین برای همه اینطور نیست. کسی که در حال حرکت زمان متفاوتی رو از کسی که ایستاده تجربه میکنه. کی میدونه؟ شاید قوانین بیشتری در مورد زمان باشه که ما هنوز درک نکردیم. یکی از همین موارد هم کشف جدید دانشمندانه. چیزی که گفته میشه بعد جدیدی از زمان هست. در این ویدیو از پاراگراف به کشف بعد جدیدی از زمان در دنیای کوانتوم میپردازیم. زمان یک موضوع چالش برانگیزه. خیلی از جنبه‌های زمان دلخواهن. دیدگاه فیلسوفان نسبت به دانشمندان در مورد تعریف زمان هم متفاوته. ثانیه، دقیقه، ساعت، نحوه اندازه‌گیری زمان. اولین بار بابلیان بودند که زمان رو تقسیم بر فاصله‌های شستایی کردند. خود بابلیان هم سیستم اعدادشون رو از سومریان به ارث برده بودند. برای مدت‌ها طول روز به مدت زمانی که خورشید تو آسمون بود تقسیم می‌شد. تا با پیشرفت علم تونستیم واحد زمانی و ثانیه رو تعریف کنیم. تعریف علمی ثانیه میشه مدت زمانی که طول میکشه تا یک اتم سزیوم یک نوسان رو طی کنه. ما قبلا یک ویدیو ساختیم که اولین بار کی گفت یک ثانیه چقدر طول بکشه. در اون ویدیو تاریخچه ثانیه رو کامل توضیح دادیم. لینک اون ویدیو رو پایین توضیحات همین ویدیو میذارم. دوست داشتین تماشا کنین. بعد از تعریف ثانیه، زمان مطرح شد و با گسترش زمان به ساختارهای علمی گفتیم میتونه بعد چهارم واقعیت در نظر گرفته بشه. همونطور که میدونید اجسام در سه بعد از فضا حضور دارن، اما برای اینکه تغییری در اونها صورت بگیره باید در بعد چهارم زمان اتفاق بیفته. یعنی به زبان خودمونی باید زمان بگذره تا ما توی جهان سه بعدیمون تغییرات رو ببینیم. در اوایل قرن 20 بود که انیشتین مفهوم فضا زمان رو مطرح کرد تا نشون بده سه بعد فضا و بعد زمان میتونن در کنار هم جمع بشن و با هم تعامل داشته باشن. تا امروز هم این مدل چهار بعدی فضا زمان تقریبا دست نخورده باقی مونده. تا اینکه در جولای 2022 مقاله‌ای توی مجله نیچر منتشر شد که فیزیکدانان ادعا کردن بعد جدیدی از زمان رو کشف کردن. این تحقیق توسط تیمی از محققین فیزیک کوانتومی محاسباتی در نیویورک انجام شد. این تیم در مورد ساخت مرحله جدیدی از ماده تحقیق می‌کردند که اتفاقی بعد جدید زمان رو کشف کردند. روش کارشون به این شکل بود که این تیم توی آزمایشگاه داشتن تحقیقات فیزیک کوانتومی رو برای ساخت یک ماده انجام می‌دادن. می‌خواستن یک ماده جدید بسازن که بهش فاز توپولوژیکی ماده میگن، که به عنوان ماده کوانتومی هم شناخته میشه. این روش از الگوهای در هم پیچیده کوانتومی برای ساخت یک محصول یا ماده کاملا جدید استفاده میکنه. در این حالت مراحل مختلف ماده تعریف میشن چون تقارنهای مختلف دارن. مثلا آب مایع است. در این حالت اتمهای درونش تصادفی هن و تو فضا حرکت میکنن تا جاهای خالی رو پر کنن. اما وقتی آب یخ میزنه اتم‌ها آزادیشون رو از دست میدن و تقارنشون تغییر میکنه. حالا که اتم‌ها رفتار متفاوتی از خودشون نشون دادن، یک ماده جدید شکل گرفته. یعنی ماده‌ای که تا چند لحظه قبل آب بود، اما تبدیل به یخ شد. شکستن تقارن اتم‌ها چیزیه که نشون میده تغییر فاز توی ماده برای هر چیزی اتفاق میفته. همینجا بود که این تیم محققین با خودشون فکر کردن که اگر تقارن به جای ماده و فضا برای زمان بشکنه چی میشه؟ مدیر این تیم فیزیکدانی به اسم فیلیپ دیمتریسه که در اولین تلاشاش برای ساخت ماده جدید با کامپیوتر کوانتومی و کیوبیت کار میکرد. کامپیوترهای معمولی با بیت کار میکنن که در لحظه میتونه صفر یا یک باشه و بهشون باینری میگن. اما کامپیوتر کوانتومی با کیوبیت یا کوانتوم بیت کار میکنه. کوانتوم بیت در لحظه میتونه صفر باشه، یک باشه یا همزمان هر دوش باشن. به همین خاطر یک کامپیوتر کوانتومی میتونه روی فاز جدید ماده کار کنه.
میشه گفت در دنیای کوانتوم همه چیز ممکنه، یا حداقل هر چیزی که فیزیک کلاسیک پشتیبانی نمی‌کنه توی فیزیک کوانتوم کار می‌کنه. اما مشکل اینه که اگه ذرات کوانتومی به هر طریقی با دنیای خارج تعامل داشته باشن، دیگه کوانتومی نیستن و از این نظر به شدت ناپایدار و کوتاه مدت یا کم عمرن. پس برای اینکه خواص کوانتومی دوام بیشتری داشته باشن و به طور بالقوه ماده در این مورد ایجاد بشه، محققا میخواستن تقارن زمانی اضافه کنن تا کیوبیت ها تثبیت بشن. در حالی که تقارن فضایی فقط چیزیه که بارها و بارها تو فضا تکرار میشه، مثل ساختار اتمی الماس، تقارن زمانی به شکلیه که کیوبیت ها همیشه در نقاط خاصی از زمان یکسانن. واسه انجام این تقارن زمانی، این تیم تحقیقاتی از لیزری که به طور منظم چشمک میزد استفاده کردن. وقتی این پالس های لیزری یا همون چشمک های لیزری توی یک زمان منظم جریان داشته باشن، یک بعد ظاهری از زمان به جسم کوانتومی اضافه میشه تا اونو تثبیت کنه. این روش محققین توی آزمایشگاه جواب نداد و با وجود تقارن زمانی که اضافه کردن، کیوبیت ها نتونستن بیشتر از یک ثانیه دووم بیارن و خواص کوانتومی جسم جدید از بین رفت و در کل ماده جدیدی تولید نشد. به خاطر همین بود که ایده تقارن زمان مطرح شد. تو این مرحله محققین اومدن از یک لیزر اضافه استفاده کردن که تقارن متفاوتی تولید می‌کرد. اینجا بود که دو بعد زمانی مختلف به ذرات کوانتومی اضافه شد. این دو لیزر تو فاصله‌های زمانی مختلف به ذره می‌تابیدن و کیوبیت‌ها رو ثابت می‌کردن. لیزر اول فاصله‌های زمانی یکسان داشت، اما لیزر دوم با فواصل زمانی که از سری فیبوناچی برگرفته شده بود می‌تابید. سری فیبوناچی دنباله از اعداده که دو رقم اولش 0 و 1 و اعداد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به دست میاد، یعنی 0 و 1 و اعداد بعدی به ترتیب جمع 0 و 1 که میشه 1، 1 و 1 میشه 2، 2 و 1 3، 3 و 2 5 و به همین ترتیب تا انتها. در نهایت با این روش تونستن یک ماده جدید تولید کنن و جالبی این ماده کوانتومی این بود که کلن در بعد دیگه‌ای از زمان وجود داشت و در زمانی که ما میشناسیم و برای ما محاسبه میشه نبود. چیزی ایجاد شد که در شرایط عادی امکان پذیر نیست. حالا سوال مهم اینه که چنین چیزی که تو دنیای کوانتوم به وجود اومده، تو دنیای ما که غیر کوانتومیه چه معنایی میده و چه کاربردی داره؟ اول از همه، این کار یک انقلابی تو مطالعات کوانتومی بود و میتونه محاسبات کوانتوم رو دگرگون کنه. تأثیرش برای ما پیشرفته تر شدن کامپیوترهای کوانتومی و توانایی محاسبات چیزهای جدیده، چیزهایی که تا الان حتی با کامپیوترهای کوانتومی نمیدونستیم اصلا چطور باید انجام بشه. با این پیشرفت جدید میتونیم سرعت محاسبات کوانتومی که آینده تکنولوژی رو تشکیل میدن رو بهبود ببخشیم. توی انواع تحقیقات تکنولوژی، سایبری، بیولوژیکی، هوش مصنوعی و خیلی چیزها ما از محاسبات کوانتومی استفاده میکنیم. برای تشخیص چهره، تحقیقات ساخت واکسن، معادلات اقتصادی، همه چی. بنابراین کشف بعد جدیدی از زمان در دنیای کوانتوم قطعاً راه پیشرفت علم رو در همین قرن و برای دنیای غیر کوانتومی ما هموارتر می‌کنه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.